مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا در مصاحبه با رسانه ها گفته است کشورش و سایر همکاران بین المللی آن از حضور و توسعه فعالیت گروه داعش در افغانستان نگران است. حضور و فعالیت داعش در افغانستان تنها نگرانی محدود به افغانستان نیست. در اندونزیا، افریقا و در ماورای مدیترانه هم این نگرانی وجود دارد. چرا که آنها گروه های تندرو را با خود یک جا می سازند. این یک ایدئولوژی خیلی قوی است که باید آن را شکست بدهیم برابر این هر جا که داعش است من نگران آنجا هستم پس ما باید کار بیشتر برای شکست آن انجام بدهیم آقای فالون می بریتانیا نسبت به روند گفتگوهای صلح افغانستان امیدوار است و انتظار دارد که دولت های افغانستان و پاکستان از نزدیک در زمینه اعتماد سازی و مبارزه با چالش های تروریسم همکاری کنند اعلام خبر مرگ رهبر گروه طالبان در روند صلح وقفه ایجاد کرده اما مهم این است که این روند آغاز شود در میان گروه طالبان افراد میان رو حضور دارند که آماده یک گفتگو با دولت افغانستان هستند و نیاز است تا ما آنها را ترغیب کنیم وزیر دفاع بریتانیا در پاسخ به پرسش در مورد توانمندی های نیروهای امنیتی افغان گفت این نیروها تلفات تاسف را متحمل شده است اما نشان دادند که برای استادگی با گروه های شورشی از جمله طالبان آماده هستند هنوز نیروهای افغان از کمبودی ها شکایت دارند که نمونه آن تجهیزات هوایی است نیروهای افغان هواپیماهای کشفی در اختیار ندارند اما هواپیماهایی دارند که در این فصل جنگی می توانند در حمله بر طالبان از آن کار بگیرند در پایان فصل جنگی ما آنان را ارزیابی می کنیم و می بینیم که دیگر چه کمک به آنان کردن می توانیم. نیست با پایان ماموریت جنگی نیروهای بریتانیایی در کنار بیش از 13 هزار سرباز ناتو ماموریت جدید را زیر عنوان پشتیبانی قاطع در افغانستان آغاز کرده که هدف آن آموزش و مشوردهی به نیروهای امنیتی افغان است.